دوستان گرامی، درود بر شما. سوء استفاده از واقعه کربلا و مرگ و میر کرونا در سرزمین آهورایی مضمون اصلی این برنامه بود که فاجعه کابل پیش آمد و از آنجا که زهر طرف که شود کشت سود مله هاست، پیرایه شومی شد بر این مضمون. گفت حریف نابکار مردم ما خود همیشه سر می برد، علی خصوص که پیرایه طالبان هم بر او بستند. دست به نقد این سردار سلامی قدار به دست رئیس سپاه فعلی پاسداران را داشته باشید که انگار فتح خیبر کرده یک بانوی زحمتکش را در روزهایی که شور حسینی امت انقلابی را برداشته بود به دام انداخته تا ببرد به سزای زحماتش برساند. سال 57 جوانی که کارد سلاخی به دست دارد سردار سلامی است که پیرزن نگونبخت مهوش امینزاده خدمتکار کاخ نیاوران را میبرد تا زنده زنده در آتش بسوزانند. داعش از همون ساعت اولیه شورش 57 پایه‌گذاری گردید. سخن روز در سه بخش: کرونا، کربلا، کابل. عدالتی در کار نیست. بگو مگوی خودمانی. از اینجا و آنجا و هر جای آنلاین در ارتباط با کرونا، کربلا، کابل. نکته پایانی از خرد گفتن. بلایی که از لابراتواری در ووهان چین هدیه شد به جامعه بشریت به یمن سوء رهبری نالایق‌ترین رهبر روی زمین در ایران. ما رکورد زدیم. نامه محترمانه دکتر سعید ضیایی به علی خامنه‌ای. جناب آقای سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سلام. آن روز که واکسن‌های معتبر جهانی را ممنوع کردید، امروز را می‌دیدیم ولی سکوت کردیم، چون ترسیدیم از شما، از اطلاعاتتان، از عوامل آشکار و پنهانتان. ما امروز را می‌دیدیم که مانند فرزندان یتیم بایستی منتظر باشیم تا یک رهگذر دلش برای ما بسوزد و قوت لایموتی را در کاسه ایمان بگذارد، ولی باز هم ترسیدیم و حرفی نزدیم. ترسیدیم که مبادا عوامل شما ما را از هستی ساقط کنند. آقای خامنه‌ای، نمیدانم شما چه احساسی داشتید وقتی که ژاپن 3 میلیون واکسن رایگان به کشوری که شما رهبرش هستید هبه کرد و اعلام کرد کرایه‌اش را هم خود پرداخت کرده است، ولی باور فرمایید ما از خجالت ذوب شدیم، چرا که مسندی که شما در آن تکیه زده اید را مسندی می شناختیم که کوروش بزرگ از همان جایگاه نخستین منشور حقوق بشرش را نگاشت. باور کنید ما شایسته این میزان از خفت و خاری نبودیم. آقای خامنه ای، اکنون که من آزادم و هنوز توانایی دارم که آنچه را درست میپندارم فارغ از عواقب آن آزادانه بیان کنم، اقرار میکنم خطا کردم. این نامه را همون روزی بایستی مینوشتم که شما منع ورود واکسن‌های معتبر را اعلام کردید. مگر من نمیتوانستم امروز را پیش بینی کنم؟ چرا فریاد نزدم من خطا کردم؟ ولی نمیخواهم خطای آن روز را امروز تکرار کنم. آقای خامنه‌ای، هنگامی که تصویر سرومی آویزان بر نخلی در سیستان و بلوچستان را دیدم که بیماری مفلوک آخرین امیدهایش را در قطره‌های آن مینگریست، آن روز نیز خطا کردم که فریاد نزدم. و امروز من پزشکی مفلوک که حتی سرومی هم نیست که بتوانم برای بیمارم به نخلی بیاویزم، تختی در راه رو و حیات بیمارستان ها باقی نمانده که بیمارانم را با آنجا بفرستم، کارم فقط شده نگاه کردن به مانیتوری که عدد اکسیژنش هر ساعت و
هر دقیقه سقوط میکند، درست مثل انسانیت من در این 42 سال. آقای خامنه‌ای، خواهش میکنم این آخرین فریادهای خاضعانه را بشنوید. من از پزشکی درمانگر و پیشگیر کننده تبدیل شدم به پزشکی که فقط گواهی فوت صادر میکند، با چشمانی گریان و دستی لرزان. آقای خامنه‌ای، خواهش میکنم لطفا استعفا دهید. این صندلی شایسته شما نیست. دوم، کربلا. در حالی که مرجع رسمی شیعیان جهان آیت الله سیستانی محدودیت عزاداری دست جمعی را برای مقابله با کرونا توصیه کرده بود، در ماه محرم امسال در ایران ما رکورد زدیم. ماه محرم است و برای ارضای خاطر هموطنان ایرانی که به خصوص در خارج کشور سفره حضرت روقیه می اندازند یا با البسه گوچی و ورساچی در کانادا دست زنجیرزنی راه می اندازند، تصمیم گرفتیم از روزخانهای وطنی روایاتی نقل کنیم تا در ضمن مسلمانان ایرانی بیطرف یا بیتفاوت هم بشنوند و ببینند احادیث مذهبی چگونه ساخته و پرداخته می شود و چگونه به صورت باورهای دینی تزریق می شود، نسل پشت نسل در دی ان ای مردمان هر سرزمین، تا بشود ذهنیت تاریخیشان و تنیده شود در بافت عقایدشان، چنان که بر سر ما آمد و دیگر جوامع مبتلا شده به خرافات مذهبی به ویژه از نوع اسلامی. از آخرین و جدیدترین امام شروع کنیم که ملاها مثل موریانه در کار پوساندن ذهن و ضمیر جوانان نسل امروزند. شب میلاد پیامبر گرامی اسلام، خدا در جشن تولد پیغمبر مژده ظهور خمینی را داده است. یه نفر زن بسیار صالحه رو پیدا کردن، اونم یه پسر داشت، آوردن که او شیر بده امام خمینی رو. گفته بود من دو تا پستان که دارم، یکی شیر داره و یکی شیر نداره، و من این شیرم رو برای این پسر گذاشتم، پسر خودم. بهش میگن که شما همون پستانی که شیر نداره به دهان این بچه بگذار، اگر شیر آمد کافیه. پستان بدون شیر رو میذارن به دهان این امام، شیر میاد. وقتی که مادر رهبر معظم انقلاب حامله شدن به رهبر عزیز، زمان ولادت رهبر انقلاب که رسید، گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. درو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا، یعنی مقام معظم رهبری، وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. فکرشو بکنید، لابود نوزاد اگر سنی بود میگفت یا عمر، یا عمر ابن خطاب، و یا اگر نیاکانش اهل بابل بودند و از تبار مادها، میگفت چی؟ یا وحشتره. بخش سوم، کابل. در حالی که به دلیل سوء سیاست ملا یوسف بار دیگر طالبان بر افغانستان مسلط شد، اما از نظر حمایت از این قوم عصر حجری در خاورمیانه ما رکورد زدیم. به جای هر حرف و سخنی گوش کنید به مانیفست قوم مسلط شده در افغانستان. بعد تمام دار و ندار کافر غنیمت اینهاست، از سوزن شروع تا زن و فرزند و تمام زندگی غنیمت است.
غنیمت که شد پس بچه ها هم مردانه غلام میشوند، زنانه چی میشه؟ کنیز، تقسیم میشه بین مجاهدین، مال و دارایی و زمین و جایداد باری چی میشه؟ تقسیم میشه. تا روز قیامت در اثر جنگ مجاهد و کفر و الحاد هر آنچی از کافر به دست مجاهد می افتد نامش غنیمت است، مال منقول و غیر منقول تقسیم میشه و انسانیتی که به دستشان آمده اسیر شده زنده اونا غلام و کنیز میشه و کنیزش چیست؟ بدون نکاح به مولای خود حق لازمش است، مشروعش است که جماع میکنه. هرگاه در بازار بفروشه به کسای دیگری، قرآن کریم در جزء 8 چی میگه؟ میگه که در جزء 18 نه، مگر کسایی که به زن و کنیز جماع میکنن ملامت نیستن. به عنوان یک ایرانی زنگی در خاطره تاریخی شما اگر دارید به صدا در نمی آید؟ آیا این سخنان متفاوت است با آنچه 14 قرن پیش تحت عنوان قل یا ایها المسلمین نازل شد؟ یا متفاوت است با شعارهای سعد ابن ابی وقاص فرمانده جنگ قادسیه و حمله به پایتخت ساسانیان و بعد حملات اعراب صدر اسلام به سرزمین های دیگر؟ من یکی تفاوتی نخوانده‌ام در جایی، خوش به حال آنها که خوانده‌اند. عدالتی در کار نیست. در بخش مربوط به سینما رکس در برنامه گذشته حرف پیش آمده از کیاوش. من فقط 5 تا اسم به شما دادم که مردم آبادان به خصوص خوب میشناسنشون. پس کنید که من بهشون تهمت زده باشم. نباید احضارشون کنیم بیان اینجا که از خودشون رفع اتهام کنن؟ شاید بعضیاشون با دیدن این همه داغ دیده منتظر وجدانشون بیدار میشد و اعتراف میکردن. افرادی مثل رشیدیان، سید عربی دیگه اینقدر جزء محترمین شدن که نمیشه به دادگاه احضارشون کرد. از قضا من با آقایان رشیدیان و کیاوش تلفنی تماس حاصل کردم. هر دوی ایشان رابطهشان را با فاجعه سینما رک انکار کردن. عجب بابا حاجی، چرا نیومدن توی دادگاه انکار کنن؟ چه توقعاتی دارید آقا شما؟ نماینده شورای اسلامی با اون همه مشغله و مسئولیت از تهران بلند بشه بیاد آبادان برای اینکه شما خواستید؟ اینا که تا چند وقت پیش تو تا معلم زپرتی فقه و شریعت بیشتر نبودن، حالا که بابت دستورششون کردی نماینده اهوازشون، نماینده آبادان. بگین این جور آدم ها تو اون مجلس کوفتی چه کار مهمی انجام میدن که مهمتر از دستی دیگه به این فاجعه باشه؟ چیزی که این همه مردم خوزستان ازش زخمی اند و بهش حساسیت دارن. حالا این خبر: محمد علوی تبار مشهور به کیاوش بر اثر کرونا مرد. او در آتش زدن سینما رکس آبادان در سال 57 که به مرگ حدود 700 تن منجر شد نقش داشت. انقلابیون سینما را آتش زدند، آن را به گردن رژیم شاه انداختند تا نفرت عمومی بیشتر شود. آنها پس از انقلاب پاداش گرفتند. کیاوش فرماندار و نماینده مجلس شد. وقتی موجوداتی مثل این شخص یا صادق خلخالی با بیماری یا به دلایل معمولی میمیرن، من هم مثل خیلی ها واقعا تأسف میخورم. نه برای اینکه سقط شدن، بلکه به این دلیل که چرا معمولی سقط شدن به جای محاکمه شدن و مکافات جنایاتشان را دیدن. اینا اگر به جهنم هم برن به نظر من باز بی‌عدالتی. معلوم میشه در اون دنیا هم عدالتی در کار نیست. آخه یعنی چی؟ یک قاتل یا گناهکار معمولی بره به جهنم، اینا هم برن به جهنم؟ آخه این چه عدالتیه؟ نه واقعا. امداد به آبرسانی توسط بنیاد نیکوکاری نوروز. با درود به همه همیهنان عزیزم، ما در استان خوزستان هستیم. تانکرهای ما مشغول آبگیری هستند. ظرفیت هر کدوم از این تانکرها 16,000 لیتره و ما قراره بریم به روستاهای منطقه قیزانیه. این آماری که
اعلام کردن بیش از 700 روستا توی این منطقه بی آب هستند. از بی آبی خیلی الان روستا به خاطر بی آبی مشکلاتی که کوچ کردن، اصلا یا کوچ کردن یا احشامشون رو فروختن. زندگی بکنیم ها چکا مجبوری نگاه کن از اینجا خواب درش آوردن بخاطر اگه نشوانه نشه آبی خالیه بدون آب. نگاه کن نگاه کن جا زنگش اصلا آب ندار. نگاه کن که حجم بی آبی و تشنگی در این منطقه بسیار زیاده و من از شما خواهش میکنم چنانچه صدای منو میشنوید کمک کنید که ما بتونیم هر ماه این آب رو به دست هممیهنان عزیز و مظلوممون در استان خوزستان برسونیم. بگو مگوی خودمانی. در نقل قول از ولادیمیر پوتین در برنامه گذشته چه خوب شد صدای اوریژینال رو پخش کردیم تا امکان مقابله با زیرنویس فارسی برای کسانی که زبان روسی میدانند باقی بمونه. خوشبختانه دوستانی پیام گذاشتند که گفته های آقای پوتین مطلقا با ترجمه زیرنویس مطابقت نداره. حتی دوستی محبت کرد به نام پیشنهاد خود من و درخواست خود من برگردان فارسی آنچه آقای پوتین میگفت رو برای من فرستاد که با سپاس از ایشان و پوزش از همه دوستان به پاس حفظ امانت در اینجا نقل میکنم. ми пойдём по другому пути, ми будем совершенствовать ударные системы, чтобы сохранить баланс. Только для этого. Не для того, чтобы угрожать кому-то. Нам ответили: "Ну да, это вот не наша система про не против вас". А то, что вы делаете, мы исходим из того, что это не против нас. Ну и делайте, что хотите. Я думаю, что такое столько вопроса, она связана с тем, я уже говорил, по-моему, сегодня на пленарном заседании, связана была с тем, что это же начало 2000-х годов, Россия находилась в очень сложном положении. Развал экономики, значит, фактически гражданская война и борьба с терроризмом на Кавказе. Оборонная промышленность в развале, вооруженные силы в ужасном состоянии. Ну кому в голову приходилось, что Россия сможет наращивать их? Дуст дигари به حق گله کرده بود که چرا خود من با یک مترجم زبان روسی مطلب را چک نکرده بودم. حق با ایشان است البته، اما من یک بار تایی یک در دل خودمانی شرایط تولید این برنامه را توضیح دادم. ببینید دوستان، این برنامه پیس شو آنلاین یک برنامه تلویزیونی مثل چه میدونم کاف شو، اختاپوس یا سریال تلویزیونی نیست که بودجه در میان باشه و هر کسی به اعتبار کاری که انجام میده دستمزد بگیره و اینجور حرفا. در واقع این یک وان من شو یا یک نمایش تک نفره است. هر برنامه 7 تا 10 روز کار تمام وقت است برای من. چند نفری هم بدون چشم داشت به پاس دوستی و آشنایی گاه کمکم میکنند. با این همه سعی من آن است که سوای نوشتن و ساختن تکه‌های مختلف با برخورداری از آنچه دوستان نادیده برای من میفرستند و آنچه خود من در خور بازگو کردن پیدا میکنم مجموعه ارائه بدهم که به نظر خود من در خور دیدن یا شنیدن است و هم در این حال مستندگونه است از شرح حال اجتماعی ما در زمان تولید هر برنامه. به هر حال آنچه جز نوشته های خود از اینجا و آنجا به عنوان شاهد یا کمک به محتوای کلی برنامه فراهم می آورم مثل گفتار آقای پوتین خالی از اشتباه نخواهد بود. این گونه اشتباهات گاه از شبکه های تلویزیونی پرتمطراق با بودجه های دولتی و آنچنانی هم گاهی سر می زنه. می بخشید به هر حال و در این حال متشکرم که انتظارتون از منو دست کم نمی گیرید. از انتقاد به جایی که میکنید نه تنها نمیرنجم بلکه سود میبرم و کمک میگیرم. دوستی هم در رابطه با عنوان گفتار پیشین ایراد گرفته بود که نمیتوان گفت جدایی طلب کدامند، مردم یا دشمنان مردم. بایستی گفت جدایی طلبان به جای جدایی طلب. ایراد کاملا به جایی است. با سپاس از ایشان بدین وسیله اصلاح میکنم. در مورد پیام زنده یاد شجریان هم دوست نازنینی اشاره کرده بود که منظور ایشان رساندن پیام سیاوش کسرایی به سایه بود درباره وعده های رهبران حزب توده و گفتگوی کامل را هم برای من فرستاد که در اینجا ملاحظه میکنید.
سفری رفته بودید به شوروی اون زمان؟ بله. از اون دیدارتون بگید. خب اتفاقاً سیاوش برگشت من گفت که شجریا خوب گوشاتو بگو این چی بهت میگه. هر چی که بهت میگم عینش میره به سایه و به بچه‌ها میگه. این فلان فلان شده ها به همه ما دروغ گفتن. همه ما رو فریب دادن. هیچی در بساطشون نیست. آه در بساط ندارن. و ما فریب خوردیم. من نراه پس در نراه پیش اینجا گیر افتادیم. شما دنبال ما نیاین. ناگفته نماند که در دیداری که با خود زنده یاد شجریان داشتم همین نظر را خود ایشان درباره رهبران نظام آخوندی داشت. و همین جاست و به همین شکل است که من از هر چه در تقویت محتوای کلی این برنامه کمک میگیرم. از اینجا و آنجا و هر جای آنلاین، بخش اول کرونا. دارین چی میگیم این مزخرف ها؟ بعضی هم دفاع غلط میکنه. نه خیلی کرونا تو مدرسه امام حسینی میاد. نه خیلی میاد. خب بیاد. ما میدانیم که میآید، فرض بیاید، اشکال ندارد. ما به جان میخریم، جانمون فدای اهل بیت عصمت و طهارت، جانمون فدای امام. میریم مجالس اهل بیت رو پر میکنیم، مجالسشون خالی نماند، برزن پرچمشون بلند باشد، ولو احتمال بسیار قوی هم به فرض بدیم که کرونا میگه باشه، چه اشکالی داره؟ با احتمال وجود کرونا باید پرچم اهل بیت رو بلند نگه داشت، از حریم اهل بیت دفاع کرد، ولو به قیمت جانمان تمام بشود. کسی را که زورش نکردن بیارندش. همه میدونن مجالس امام حسین جمعیت جمع میشه، ممکن است سرایت باشه. میایم افتخارم میکنیم، هر مشکلی هم برامون پیش بیاد با جان دل میخریم، میشیم شهید مدافع حرم، میشیم جانباز در دفاع از حریم اهل بیت عصمت و طهارت. اشکالی نداره. سلام. معلوم نیست این حاج آقا بر اثر نشأه تریاکای قاچاق شده سپاه از برادران طالبانی است یا تأثیر واکسن های فایزر آمریکایی اهدایی از بیت رهبری است که این سخنان را میگوید. در هر صورت این شهید زنده هر وقت با کرونا یا به لطف خدا سقط ببخشید ساقط شد و رفت بنا به انتظار خودش به بهشت یا هر جهنم دره دیگه به خواست میلیون ها ایرانی، ما را بی خبر نگذارید بی زحمت تا مژده‌اش را با آن میلیون ها برسانیم. هم کیف دنیوی دارد باور کنید و هم اجر اخروی. کوتاهی نکنید. آخرین تصمیمات ستاد کرونا با کسانی که زنده ماندند شدیداً برخورد می شود. شما که واکسن زدید، چه نوبت اول و یا دوم، چه چینی، روسی و یا ایرانی، زمانی که در مرکز بهداشتی و یا در صف بودید، آیا هیچ آخوندی را دیده اید؟ فاصله بین حکم حکومتی واکسن وارد نکنید تا حکم حکومتی واکسن وارد کنید. مرگ 35,000 انسان بود. میدانید عقب ماندگی یعنی چی؟ یعنی اینکه اعراب تزریق بهترین واکسن دنیا رو انجام دادند، اون وقت ما داریم برای اجدادشون عزاداری میکنیم و کرونا رو گسترش میدیم. نتیجه میگیریم ما واکسن نیاز نداریم، بلکه عقل نیاز داریم. عقل. در عجبم از ملتی که برای فوت 72 نفر در 1400 سال قبل به سر و سینه میزنند، اما برای فوت روزانه بالای 500 نفر هموطن خود هیچ غمی ندارند. اظهار نظری از کرونا. من به 115 کشور جهان سفر کردم، هر رامزاده تر نه دیگه، یه خورده خارج از نزاکته. از ویروس کرونا بیش از اینم نمیشه انتظار داشت. بخش دوم کربلا. مفید و مختصر، سایت روزانه تاریخ عزاداری شیعیان را در یک دقیقه به نمایش گذاشت. محرم و صفر را
زنده نگه داریم که با ذکر مصاحب اهل بیت علیهم السلام زنده مونده است این مذهب تا حالا. این مذهب مذهب 8% از مسلمانانه. شیعه اثناعشری 92% از مسلمانان اعتقادی به سالگرد عزاداری ندارن. اولین عزاداران همون اهل کوفه بودن که حسین ابن علی رو به قیام ترغیب و پشتش رو خالی کردن. اونها برای پاک کردن این لکه ننگ خودشون رو توابین نامیدن و عزاداری کردن. تا 300 سال بعد برگزاری سالگرد عزاداری در فرهنگ مسلمانان دیده نمیشد. سال 352 هجری شیعیان آل بویه برای اولین بار عزاداری محرم رو به هدف ایجاد شور سیاسی در شیعیان ابدا کردند و با کمک شیخ صدوق برای عزاداری ثواب فراوان نوشتند. پس از اون مغول‌ها زنجیرزنی فاطمیون نوح خانی، صفوی‌ها تیغ‌زنی و قاجار غمزنی و گلمالی رو به عزاداری افزودند و تا امروز باعث تفاوت شیعیان اثناعشری از باقی مسلمانان و تداوم حکومت‌های شیعی یا به تعبیر خمینی زنده نگه داشتن این مذهب شدند. به نظر شما آیا این جوانان به توصیف این مداح میخندند یا میگریند؟ هر دختری آرزوش شب اول عروسیش، ببرنش زینتش کنن، آرایشش کنن، خواستن با زینبم همینجور کنن. تا اون زنه اومد آرایش کنه زینب سلام الله علیها رو، گفت دست به صورت من نزن. خانم شب عروسیه، گفت آخه من شکل حسینم. به نظر من هر دو صورت مایه تأسف است. اومد گفت یا رسول الله دست پسر عمت علی رو گرفتی به عنوان وصی بعد خودت انتخاب کردی، اینو از طرف خودت گفتی یا از طرف خدا؟ روی هوا و هوس حرف نمیزنم، هر چه که میگویم وحی مطلق است. گفت خدا گفته؟ گفت آره. گفت اگه خدا گفته یه سنگی بیاد تو سر من بخوره من بمیرم، آقایی علی رو نبینم. سنگی خورد به سرش از مقعد و تهیگاهش بیرون آمد و به درک واصل شد. نمونه ها بسیارند. نمونه ها به درازنای 1400 سال هجری است. شیطان شبها به زنان بی‌حجاب تجاوز میکند. موسیقی برای زن حامله باعث میشود بچه در رحم حرامزاده بشود. در موسیقی غربی اشعه‌ای هست که فرزند را به بیماری ایدز مبتلا می‌گرداند. این زلزله‌ها ناراحتی امام زمان از مردم ایران است. اگر خواهش آقای خامنه‌ای از امام زمان نبود، تا به حال چیزی از ایران نمانده بود. فرو کردن دو شاخه برق در پریز برق توسط زنان اگر در حضور مردی نامحرم باشد گناه کبیره است، چون باعث تحریک مرد می شود. واویلا. امام جمعه اردبیل فرمودند هنگام نوشیدن آب 3 بسم الله بگویید، زیرا در آب 3 جن وجود دارد، 2 هیدروژن 1 اکسیژن. مدیون هستید اگر اطلاع رسانی نکنید. ما که به سهم خودمون اطلاع رسانی کردیم، شما رو دیگه به خودتون واگذار میکنم. امام حسن مرد را تبدیل به زن کرد. یه نفر بلند شد و شروع کرد به آقا بدگوی کردن. آقا هرچه تحمل کردید مردک خیلی بی‌حیاست و از اون نمیره. آقا خطاب کرد فرمود اوی زن از میان مردم برو بیرون. تا آقا فرمود اوی زن اخرج من الرجال ایتها المرأه، اوی زن از میان مردا برو بیرون، مرد نگاه کردی شد زن. اون چه از مردونگی بلا نسبت شما پلوش بود دیگه نیست. اومد خونه دید اونایی که اونجا پلوشته بود نیست، اومده بر زن تو خونه. میگن بشر اشرف مخلوقات، من یکی باور ندارم. به نظر من همه جانوران عالم از خزنده و جونده و پرنده و درنده بگیر تا حشرات موزی شرف دارن به چنین مخلوقاتی. اگر امثال این موجود اشرف مخلوقات، من یکی ترجیح میدم 4 دست و پا پناه ببرم به بیشهی، جنگلی و یه جایی، هر جایی. بخش سوم، کابل. اونایی که بعد از سال 57 به دنیا اومدن و سالهای نخستین انقلاب شکوهمند رو ندیدن، بفرمایید به صورت زنده
از کابل داره پخش میشه. شما به معنویات احتیاج دارید؟ معنویات ما را بردن اینها. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. لطفا دقت کنید به این تصویر. بخش اول، انقلاب اسلامی در ایران 1979. بخش دوم، استیلای طالبان 2021. شما را منحط کردن، زندگی معنوی شما را هم میخوایم مرفه بوزن. باز عقل افغان ها حداقل میدونن چه خبر شده، فرار میکنند. نسل قبلی ما ایرانی ها اون زمان گل و شیرینی پخش میکردن. نکته پایانی از خرد گفتن. توی خونه روزه داشتیم، مادرم حلوا پخته بود، من توی اتاق خواب بودم، بیدار شدم رفتم آشپزخانه آب بخورم، حواسم نبود، پامو گذاشتم توی یکی از سینی ها حلواها که وسط آشپزخانه گذاشته بودند. سریع برگشتم اتاقم، دیدم صدای جیغ میاد و میگفتند جای پای حضرته. چند تا از زنها قش کرده بودند، منم از ترس حرفی نزدم. خلاصه اون سینی رو با بقیه حلواها قاطی کردند و اهل محل برای بردنش صف کشیده بودند. شب بابام میزد توی سرم و میگفت بخور شفا بگیری، جای پای حضرته. خطرناکترین نوع انسان کسی است که فهمش کم ولی اعتقادش زیاد است. دین چیست؟ عده‌ای فکر می‌کنند دین اعتقادات مردم است. اینطور نیست. دین یک صنعت است. صاحبی دارد. به نفع عده‌ای است و باعث ثروت مادی و قدرت سیاسی طیف معینی در جامعه می‌شود و به یک حاکمیت سیاسی و طبقاتی در جامعه خدمت می‌کند. مذهب صنعتی است که میلیاردها دلار پول در آن جابجا می شود. هزینه تبلیغاتی توسط این پولها پرداخت می شود. این پولها را با کلاهبرداری و اخاذی از جیب مردم بیرون می کشند. دین یک دستگاه نشر اکاذیب است. دروغ تحویل مردم می دهند. مردم را می ترسانند. مردم را در این دنیا از خشونت می ترسانند و در آن دنیا از عقوبت. این درست مثل مافیاست. نهاد مذهبی، چه مسیحیت باشد، چه اسلام، چه یهودیت، قبل از اینکه مجموعه ای از باورهای اجتماعی باشد، یک ساختمان و عمارت بزرگ اجتماعی است که روی پای خودش ایستاده، مالیات میگیرد، پول میگیرد و خرج بقا و حاکمیت خودش می کند. دین شراب ناب نیست، متانول است که مستی می دهد، اما به قیمت کوری.